سلام دوستان، به کانال خالص سیما خوش اومدین. امروز با آموزش سموسه قیفی در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کالبون شروع میکنم. کالباس خشک 300 گرم، پنیر پیتزا نصف پیمانه، قارچ 100 گرم، نان لواش گرد 1 بسته، فلفل دلمه‌ای نصف 1 عدد، آب 1/4 پیمانه، آرد گندم 1 تا 2 قاشق غذاخوری، فلفل و نمک به مقدار لازم. کالباسمون رو با رنده دورش همه رو به طرف پایین رنده میکنیم. اگه دوست داشتین میتونیم به شکل نگینی هم خورد کنیم. وقتی میگم همه رو به طرف پایین رنده کنیم، یعنی اینکه کالباساتون موقع رنده شدن همش یک دست و یک اندازه میشه. اگه بخوایم بالا پایین کنین، بالا که میبرین ریل میشه، پایین که میارین دورش میشه. به خاطر این دو مدل میشه، ولی اینجوری کاملا کالباساتون یک اندازه و یک دست میشه. دوستان، من بارها و بارها گفتم توی مواد، توی سموسه یا پیراشکی یا هر چیزی که میخواین درست کنین، میتونین سلیقه هر چیزی که دوست دارین بزنین. الان میتونین از مواد ماکارونی مثل گوشت چرخ کرده و پیازداغ و فلفل دلمه و گوشت چرخ کرده استفاده کنین، یا اینکه هر چیزی که با ذائقتون بستگی داره که میلتون ببره دوست داشته باشین، تو این سموسه ها میتونین استفاده کنین. حتی میتونین سیب زمینی رو آب پز کنین، تخم مرغ آب پز کنین، با هم مخلوط کنین، یه مقدار کره بزنین، اگه دوست داشتین پیاز داغ بزنین، و یه مقدارم جعفری خرد شده، اونم خیلی خوشمزه میشه. فقط خواستم بگم که این غذاهایی که ما آموزش میدیم تقریبا سلیقه‌ایه. اگه دوست داشتین هر چیزی که میلتون برد، ذائقتون کشید، میتونین توش بریزین. فلفل دلمه یامون هم نگینی‌های ریز خرد میکنیم. اگه فلفل دلمه رنگی داشته باشین، خب خیلی شکیل‌تر و قشنگ‌تر میشه. میتونین از فلفل دلمه رنگی هم استفاده کنین. میتونین فلفل دلمه‌یاتون رو ریز کنین که بیشتر عطرش به مشام آدم برسه تا طعم و مزش. فلفل دلمه‌یامون هم نگینی‌های ریز خرد کردم. قارچمون هم وسط نصف میکنم، چون نمیخوام زیاد قارچمون اندازش درشت بشه، وسط نصف میکنم و از بغل خوردش میکنم. قارچمون هم همین شکلی خورد میکنیم تا آخر. اونم خرد کردیم، پنیر پیتزا داشتیم، پنیرمونم به موادمون اضافه میکنیم، با هم مخلوط میکنیم. اگه دوست داشتیم میتونیم پنیرش و مقدارش رو بیشتر هم بکنیم. یه مقدار نمک میزنم بهش. و یه مقدارم فلفل سیاه. اگر دوست داشتین میتونین از پودر آویشن هم استفاده کن. خوب هم میزنیم. بعد از اینکه هم زدیم میذاریم کنار تا آرد و آبمونم درست کنیم. آرد و آبی هم که میخواییم درست کنیم برای چسبندگی نونمونه، که اون قسمتاش هم بهتون الان نشون میدم. خب این آماده شد، میذاریمش کنار. آردمونو با آب قاطی میکنیم و خوب هم میکنیم.
مقدار باید از این غلیظ‌تر بشه. اگه دیدین آردش کمه، یه مقدار دیگه بهش آرد اضافه کنید. دوستان ما قبلا وقتی سموسه درست میکردیم از نون لواش مستطیل استفاده میکردیم که اونو نبوری میبریدیم و حالت مثلثی تا میکردیم، ولی من این بار میخوام از نونای گرد استفاده کنم. نونامون رو وسط نصف میکنیم. این خیلی پیچیدنش راحت تر و قشنگ تره. میذاریم کنار، برمیگردونیم. از خمیر و آبی که درست کردیم، البته ملممون یه مقدارم سفتر شد، که سفتر باشه بهتره، یک طرف نونمونو از این مایه خمیر و آرد میزنیم و نونمونو به این حالت میاریم تا وسط، به این حالت میکشونیم روش، حالت سه گوشی. اصلا نگران نباشیم که خراب میشه، اصلا خراب نمیشه، فقط مواظب باشین که نونتون خشک نشه. باز میکنیم، از موادمون توش میریزیم، بعد دوباره با قلم لبه نونا رو از این مواد آرد و آب میزنیم و اینا رو، لبه ها رو کاملا با هم میچسبونیم که باز نشه. به همین راحتی و شکلی یکی دیگه براتون درست میکنم که ببینید. نونمون رو نصفش رو میذارم روی تخته کارمون. از این گوشه شروع میکنیم با قلم، از موادمون، از مواد خمیریمون روی نون میزنیم به این شکل. قشنگ کاملا این دوتا رو با هم دیگه میاریم، روی هم قرار میدیم و با دستمون آروم فشار میدیم که به هم بچسبه. بعد از اینکه چسبید باز میکنیم و از مواد داخل سموسمون توش میریزیم. بازم با قلم لبه ها رو از این مواد خمیریمون میزنیم. این باعث میشه که دیگه باز نشه. با خیال راحت سرخش میکنیم و هیچ مشکلی پیش نمیاد. به این شکل خیلی شکیل و زیبا. نمونم گذاشتم داغ شد و سموسه هامونو یکی یکی توش سرخ میکنیم. اجازه میدیم که یک طرفش سرخ بشه. وقتی سرخ شد برش میگردیم تا طرف بعدیش هم سرخ بشه. شما میتونین اگه دوست داشتین از روغن بیشتری هم استفاده کنین، ولی نیازی نیست. سموسمون یه طرفش سرخ شد، برمیگردونیم تا طرف بعدیش هم سرخ بشه. سموسمون طرف بعدیش هم سرخ شد، برمیداریم دیگه میریم برای سرو کردنش. روغنشو میگیریم و میداریم که دوستان سموسای قیفی ما به همین راحتی آماده شد. دیگه خودتون داریم میبینین چقدر شکیل و خوش رنگ شده و ما تستش کردیم، بسیار لذیذ و خوشمزه هم شده. امیدوارم که پسندیده باشین، درست کنین و تو مهمونی ها و جشناتون استفاده کنین. ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاریم فراموش نکنید. تا برنامه بعد و غذای دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یارو نگهدارتون.